شماری از سناتورهای آمریکایی معتقدند تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران کافی نیست و باید باز هم مجازات‌های بیشتری اعمال کرد. سایت پولیتیکو طی مقاله‌ای به قلم الیانا جانسون می‌نویسد: در حالی که دموکرات‌های آمریکا علیه سیاست حداکثر فشار دونالد ترامپ علیه رژیم ایران موضع‌گیری می‌کنند، برخی جمهوری خواهان برجسته خواهان فشار باز هم بیشتر هستند و می‌گویند فشارها و مجازات‌های فعلی کم است. چند سناتور برجسته آمریکایی قصد دارند در آخر ماه میلادی جاری لایحه‌ای ارائه دهند که ترامپ را مجبور کند فشار اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران را به طور چشمگیری افزایش دهند. این کار یک زورآزمایی پرمخاطره بین کاخ سفید ترامپ و نمایندگان جمهوری خواه سنا در زمینه سیاست خارجی خواهد بود. لایحه‌ای که انتظار می‌رود کروز در هفته‌های بعد از انتخابات ارائه دهد و محتمل است که توسط دو باز برجسته سیاست خارجی جمهوری خواه سناتورها تام کاتن و مارکو روبیو مشترکاً حمایت شود، به ترامپ فشار خواهند آورد تا چند بانک رژیم ایران را از سوئیف قطع کند. انتظار می رود نماینده کنگره مایک گالاگر یک لایحه مشابه در مجلس نمایندگان ارائه دهد. جان بولتون در صحبت داخلی استدلال کرد تحریم های جدید فقط در صورتی گزنده خواهد بود که بانک های رژیم ایران را از شبکه سوئیف قطع کند. در حالی که بازهای جمهوری خواه خواستار اقدامات سخت‌تر علیه ایران هستند، مقامات سابق دولت اوباما هشدار دادند که حتی تحریم‌هایی بدون سوئیف که ترامپ بر صنایع نفت و گاز ایران اعمال کرده، ممکن است به جنگ راه ببرد. بر اساس لایحه تد کروز، اگر مقامات سوئیف از قطع بانک‌های رژیم ایران خودداری کنند، تحریم‌های الزام‌آور بر آنها اعمال خواهد کرد. تد کروز در ماه اوت در یک نامه که توسط 15 سناتور دیگر جمهوری‌خواه مشترکاً امضا شد، به استیون منوچین نوشت: کارزار فشار حداکثر دولت در صورتی که جمهوری اسلامی به سوئیفت وصل بماند موفق نخواهد شد.